عزیزان، برای هوشمندان عالم شگفت‌آور است که جمهوری اسلامی با اتکای به خدای متعال و با تکیه به قدرت ملی توانسته است آمریکا رو در هدف‌های خودشون، در عمده هدف‌های خودشون در این منطقه شکست بده. این حرفی نیست که ما اینجا بزنیم، این حرفی است که تحلیلگران سیاسی دنیا به اون اعتراف میکنند و از اون شگفت زده میشوند. این واقعیتی است. قدرت‌های استکباری بیش از اون چه که در واقع توانایی و اقتدار داشته باشند با تشر، با اخم، با ابراز قدرت کار خودشون رو پیش میبرند. اگر ملتی از این تشر نترسید، از این اخم جا نخورد، اگر ملتی به قدرت خود اعتماد کرد، اطمینان کرد، با شجاعت قدم در میدان حق و عدالت گذاشت، ابر قدرت ها رو به عقب نشینی وادار میکنه و شکست میده. این اتفاق افتاده است. جمهوری اسلامی 40 سال است که آماج خرابکاری آمریکا و همدستان آمریکاست. در این 40 سال در جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده است؟ جمهوری اسلامی از یک نهال باریک تبدیل شده است به یک درخت برومند و پرثمر. جمهوری اسلامی به رغم انف قدرت‌های استکباری و آمریکا توانسته است دل ملت‌های اسلامی را به پیام خود جلب کند و جذب کند، توانسته است توطئه آمریکا را در این منطقه با شکست مواجه کند. یک نمونه سوریه است، یک نمونه عراق است، یک نمونه لبنان است. ملت‌های منطقه قدرت ایستادگی خودشون رو در مقابل توطئه استکبار آزمودند. ملت عراق با شجاعت ایستاد، ملت سوریه با فداکاری در میدان حاضر شد. اینها نشانه‌های قدرت خداوند و نشانه‌های صدق وعده الهی است که فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. هم نصرت داد، هم ثبات قدم داد.